سرخط مهمترین خبرها. خواست عاجل رهبران شمال افغانستان از تمام جهان. در یک ماه گذشته دو بار اموال دوکانهای ولسوالی تولک ولایت غور به تاراج برده شده است. سازمان ملل: اگر بازگشت کنندگان افغان سرپناه پیدا نکنند، جان خود را از دست می دهند. رینا امیری: زنان افغان در خط نخست افغانستان همشمول عاری از فقر و جنگ قرار دارند. واکنش ایران به برگشت دادن تانکرهای تیل بی‌کیفیت، ادعای طالبان غیر واقعی و شیطانیت است. و تفنگداران ناشناس یک ارباب قریه را در هرات کشته و یک تن دیگر را زخمی کردند. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. تفنگداران ناشناس یک ارباب قریه را در هرات کشته و یک تن دیگر را زخمی کردند. منابع محلی در هرات گفتند که یک ارباب قریه در این ولایت از سوی تفنگداران ناشناس کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. منابع گفتند که تفنگداران ناشناس عصر روز یک شنبه نزده قوس ارباب محمد نعیم جمشیدی را در قریه چاردری ولسوالی کشک‌ربات سنگی کشته و همراهانش را نیز زخمی کردند. منابع می‌افزایند که آقای جمشیدی در حکومت بیشین عضو پلیس محلی بود و در این ساحه از محبوبیت و قدرت فراوان برخوردار بود. تا اکنون مشخص نیست که این فرد توسط چه گروهی به قتل رسیده است. طالبان در هرات در این مورد چیزی نگفتند. در یک ماه گذشته دو بار اموال دوکانهای ولسوالی تولک ولایت غور به تاراج برده شده است. منابع محلی در ولایت غور گفتند که طی یک ماه گذشته دو بار اموال دوکانها در بازار ولسوالی تولک این ولایت به تاراج برده شده است. منابع روز دوشنبه 20 قوس به روزنامه 8 صبح گفتند که در این مدت دزدان پول نقد و اموال دوکانها را شب هنگام به تاراج بردند. و گفته این منابع، بازار ولسوالی تولک حدود 500 دوکان وجود دارد و دوکانهای که اموالشان دزدی شده است در فاصله کمتر از 140 متری دفتر فرماندهی امنی طالبان در این ولسوالی موقعیت دارند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. پیام عاجل رهبران شمال به تمام جهان. شورای مقاومت برای نجات افغانستان در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر میگوید که بر رغم نقض سریع حقوق میلیون‌ها افغان از سوی طالبان در افغانستان، اما سازمان ملل متحد در همسویی با برخی از بازیگران جهانی در این نهاد در توجیه پلیسی ادغام این گروه در جامعه بین‌المللی است. این شورا روز یکشنبه 19 قوس در اعلامیه‌ای نگاشته است که مردم افغانستان از دو سال به این سو با نقض فاجعه‌بار حقوق اساسیشان از سوی طالبان روبرو هستند. شورای مقاومت ملی خاطر نشان کرده که قتل‌های سیاسی فراقانونی، شکنجه و تصفیه مخالفان، اجرای سیاست جنسیتی، قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی، اعمال خشونت علیه جامعه و حزب زنان از تحصیل و کار عملاً جامعه افغانستان را فلج نموده است. بر اساس اعلامیه، با آنکه طالبان کشور را به منبع سربازگیری تروریسم تبدیل نمودند، اما این موضوع ظاهراً برای نهادهای بین‌المللی قابل نگرانی نیست. در اعلامیه این شورا تصریح شده است اقدامهای تنبیهی محدود بر افراد انگشتمار در گروه طالبان حل مشکلات مردم افغانستان نیست و فائق آمدن بر بحران بشری در کشور نیاز به تغییر اصولی در رویکرد جامعه جهانی نسبت به افغانستان است. این شورا همچنان خواستار قطع تمویل مالی طالبان و اجرای قطعنامه های تصویب شده شورای امنیت سازمان ملل در پیوند به مبارزه با تروریسم شده است. این در حال است که دو روز پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزیر امر بن معروف و نهی از منکر طالبان و رئیس اکادمی علوم این گروه را به دلیل نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان تحریم کرد. سازمان ملل: اگر بازگشت کنندگان افغان سرپناه پیدا نکنند، جانهای خود را از دست می دهند. سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار می دهد که اگر برای برگشت کنندگان افغان از پاکستان سرپناه ساخته نشود، احتمالاً آنان در فصل زمستان جان خود را از دست بدهند. این نهاد روز یکشنبه 19 قوس در پیام به اسوسییتد پرس گفته است
که شمار زیاد از بازگشت کنندگان افغان همه دار و ندار خود را از دست دادن و چیز برای محافظت از خود در فصل زمستان ندارن. در این پیام آمده است در میان کسانی که به افغانستان بازگشتند خانواده هایی هستند که هرگز در این کشور زندگی نکردند. آنها برای یک یا چند نسل در پاکستان زندگی کردند و ممکن است خانه یا خانواده بزرگی برای بازگشت نداشته باشند. بر اساس اطلاعات از اوایل ماه اکتبر تا اکنون دست کم 500 هزار پناهجوی افغان از پاکستان اخراج و یا هم داوطلبانه به کشور برگشتند. سازمان ملل میگوید که هوا در گذرگاه‌های مرزی سرد و شرایط برای نهادهای امدادرسان نیز نهایت دشوارتر شده است. این نهاد همچنان هشدار داده است بسیاری از بازگشت کنندگان افغان از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند که اگر سرپناهی کافی نداشته باشند ممکن است در زمستان سخت جانهای خود را از دست بدهند. افرادی که به مرز میرسند به کمک‌های فوری نیاز دارند. رینا امیری، زنان افغان در خط نخست افغانستان همشمول عاری از فقر و جنگ قرار دارند. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید که دفاع از حقوق دختران و زنان افغانستان یک ضرورت اخلاقی و استراتژیک است. امیری این اظهارات را یک شنبه شب نزده قوس در صفحه اجتماعی اکس خود نگاشته است. امیری تاکید کرده است که زنان افغان در خط نخست یک افغانستان همشمول عاری از فقر و جنگ قرار دارند. نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان روز گذشته در نشست مجموعی دوحه نیز گفت که سیاست‌های طالبان در قبال زنان نه مبنای دینی دارد و نه اقتصادی. واکنش ایران به برگشت دادن تانکرهای تیل بی کیفیت، ادعای طالبان غیر واقعی و شیطانیت است. اتحادیه فرآوری‌های نفتی ایران در واکنش به برگشت دادن تانکرهای تیل بی کیفیت این کشور از سوی طالبان میگوید که هیچ دستگاه اندازه‌گیری کیفیت نفت در مرز افغانستان وجود ندارد. این اظهارات را احمد معروف خانی، رئیس اتحادیه فرآوردهای نفتی ایران روز یکشنبه 19 قوس در یک نشست خبری مطرح کرده است. او افزوده هر چند وقت یک بار اخبار از افغانستان پخش می شود که تانکرهای حاوی نفت صادرات ایران بازگشت داده شده است که این اخبار ناشی از شیطانیت ها و فضاسازی های نادرست علیه ایران است. و گفته خانی میکانیزم هایی در مرز افغانستان قرار داده شده است که با هیچ معیار استاندارد مشخص همخوبی ندارد و طالبان بر اساس تدابیر و تعارف خودشان برخی محموله ها را برگشت می دهند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.